یکی دیگه از مسائلی که باعث کاهش تمرکز و در نتیجه تضعیف حافظه میشه استفاده ناصحیح از شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرامه. خب اینکه از استفاده ناصحیح از شبکه‌های اجتماعی حرف زدم ممکنه باعث بشه با خودتون فکر کنید استفاده صحیحی هم وجود داره، که باید بگم بله وجود داره. در حال حاضر که در حال ضبط این ویدیو هستم، هر تیکه از یه پست اینستاگرامی حداکثر 60 ثانیه میتونه باشه و میشه پست هایی تولید کرد که کمتر از 60 ثانیه هم هستن. قبل از اینکه به این مسئله بپردازم، باید بگم حافظه شما همون نقشی رو توی ذهنتون ایفا میکنه که معده شما برای بدنتون. معده شما یه ظرفیت محدود داره. نمیشه در طول روز هر چی دم دستتونه بریزید توی شکمتون. لازمه غذا خوردنتون زمان بندی داشته باشه. همچنین اگه میزان غذایی که وارد معدتون میکنید زیاد باشه، دیگه دست خودتون نیست، معدتون پس میزنه و شما بالا میارید. و اگه غذاهایی که میخورید غذاهای ناسالم باشه، بعد از مدت مدام دچار معده درد میشید و ترش میکنید. همین اتفاق برای حافظه شما میفته. برای داشتن یه حافظه قوی و سالم و داشتن تمرکز صحیح، لازمه که هر مطلب و اطلاعاتی که گیر میارید تند و تند وارد ذهنتون نکنید. حافظه شما مثل معدتون یه ظرفیت محدود روزانه داره. اگه بیش از ظرفیتش بهش اطلاعات بدید، پس میزنه و اگه مثل غذاهای سمی که وارد معدتون میکنید اطلاعات سمی وارد حافظتون کنید، داغون میشه، دردش میگیره و درد حافظه یعنی فراموشی و حواس پرتی. خب شاید به خودتون بگید من اطلاعات بیش از حد به حافظم نمیدم و یه روزی چند صفحه درس میخونم یا روزی چند تا لغت حفظ میکنم. متاسفانه اشتباه میکنید. هر نوع اطلاعاتی که شما در معرضش قرار میگیرید وارد معده ذهنتون یعنی حافظتون میشه. یکی از کارهای اشتباه اینه که وارد صفحه اکسپلور اینستاگرام بشید. صفحه اکسپلور پر از پست‌های مختلف صفحات مختلف و هر پستی رو که باز میکنید دارید اطلاعاتش رو وارد حافظتون میکنید. فکرشو بکنید وقتی واسه بعضی پست ها صرفا چند ثانیه وقت میذارید و بعد فورا سراغ پست بعدی میرید، علاوه بر این که دارید اطلاعات مربوط به اون پست رو وارد حافظتون میکنید، خودتون رو به تمرکزهای کوتاه مدت چند ثانیه‌ای عادت میدید. یعنی مجدداً شرایط بحرانی برای حافظتون ایجاد میکنید. اگر روزی نیم ساعت رو به تماشای پست‌های اینستاگرامی اختصاص بدید، اون هم از صفحه اکسپلور که از پیج‌های مختلفه، خیلی به حافظتون ضربه می‌زنید و به تمرکزهای کوتاه عادت می‌کنید. به همین دلیل بعد از مدتی متوجه میشید که چقدر مثلا کتاب خوندن براتون سخت شده، چون عادت کردید به تمرکزهای چند ثانیه‌ای در اینستاگرام. فقط کافیه دفعه بعدی که وارد صفحه اکسپلور شدید، صرفا سعی کنید اولین پستی رو که دیدید یادداشت کنید و استاپ واچ یا کرونومتر گوشیتون رو روشن کنید. وقتی کارتون تموم شد، یه نگاهی به کرونومتر بندازید و بعد با انگشتتون صفحه رو به سمت بالا بکشید و ببینید میتونید اولین پستی رو که دیده بودید پیدا کنید. بعد یه نگاهی بندازید که چه تعداد باور نکردنی پست و چه زمان زیادی رو به این کار اختصاص دادید. البته شاید شما اهل صفحه اکسپلور اینستاگرام نباشید، اما توی بخش فالوینگ پیجتون صدها و هزاران صفحه مختلف رو فالو میکنید و همین باعث میشه مدام در حال دیدن پست‌های بی‌پایانی باشید. فالو کردن تعداد زیادی پیج یه جور هش زدن و طمع کردنه. میدونم که مثلا اگه شما به یادگیری زبان انگلیسی علاقه مند باشید، احتمالاً صفحات آموزش زبان مختلفی رو فالو میکنید. و همین باعث میشه روزانه در معرض صدها پست آموزشی مختلف قرار بگیرید. حتی یه ثانیه نگاه کردن به هر کدوم از اونها نوعی تخریب حافظه و قدرت تمرکزه. به هر حال هر فردی ظرفیت روزانه محدودی برای به خاطر سپاری و یادگیری داره. پس باید به صورت روزانه و هفتگی یه نگاهی به تعداد فالوینگاتون بندازید و دست از حرص و طمع بردارید. هر وقت داشتید یه پیج جدید رو فالو می کردید،
این عکس رو به یاد بیارید و بدونید قیافتون داره این شکلی میشه از شدت حرص و طمع. و سعی کنید صرفا چند تا پیج محدود رو فالو و بقیه رو آنفالو کنید. اگه بتونید خودتون رو راضی به انجام این کار کنید، این خودش یه قدم خیلی بزرگ برای پیشرفته، چون خیلی ها حاضر نیستن دست از این نوع طماعی ها بردارن. پس یه نگاهی به فالوینگاتون بندازید و صرفا چند صفحه رو انتخاب کنید. فقط همونها رو دنبال کنید و به جای خوندن 100 تا پست روزانه، صرفا پست های همون صفحات رو چند بار ببینید یا بخونید و بعد گوشی رو بذارید کنار. من آزاده مبشر هستم، مترجم و مدرس زبان انگلیسی عمومی و آیلتس. برای آشنایی با محصولات و خدمات آموزشی من، لطفاً وارد سایت به آدرس perfectenglish.net بشید و بقیه قسمت‌های ویدیوهای مربوط به حفظ تمرکز و تقویت حافظه رو توی پلیلیست یا هایلایت تمرکز یا تقویت حافظه ببینید. متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردید.